روزنامه های ایران روز پنجشنبه از تورم دونرخی خبر دادند بر اساس محاسبه مرکز آمار ایران نرخ تورم اردی به هشت ماه به 16.7 دهم درصد افزایش یافته در حالی که بانک مرکزی این نرخ را 14.2 درصد اعلام کرده روزنامه مردم سالاری در شماره روز پنج خود با اشاره به این موضوع که 80 روز از آغاز سال جدید گذشته بر این موضوع تاکید دارد که با گذشت این زمان هنوز میزان افزایش حقوق کارمندان دولت مشخص نیست این روزنامه در یادداشتی با عنوان تورم دونرخی نوشته است خیلی چیزها در ایران دونرخی بوده یا دونرخی است اما در روزگاری که این روزنامه آن را عجایب و قرایب توصیف کرده بر این موضوع تاکید دارد که برای اولین بار در سطح دنیا تورم دونرخی شده نویسنده این روزنامه نتیجه گرفته که با پیشینه رفتار دولت خیلی هم نباید از تورم دونرخی تعجب کرد روزنامه تهران امروز روز چهارشنبه در گزارشی تحلیلی که در صفحه اول خود انتشار داد نوشته است در حالی که در حرف و سخن مسئولان از آرام بودن بازار خبر می دهند اما اعداد و ارقام رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی معنایی متفاوت تر از وضعیت بازار به نمایش می گذارد. مقایسه درصد افزایش 11 گروه کالایی مورد بررسی بانک مرکزی در هفته منتهی به سیزدهم خرداد ماه سال جاری نشان می دهد که تمامی این گروه ها نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیر قیمت را تجربه کردند. متوسط افزایش قیمت این یازده گروه سی و پنج و درصد نسبت به سال قبل بوده است. محمد رضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تازه ترین گفتگوی خود با خبرنگار خانه ملت در عصر روز چهارشنبه از نبود آمار قابل استناد در کشور اظهار تاسف کرد و گفت متاسفانه هنوز در جمهوری اسلامی ایران آماری که بتوان با اطمینان کامل آن را مبنای تصمیمگیری قرار داد وجود ندارد به گفته این نماینده مجلس آمارهای اقتصادی مرکز آمار واقعی تر از آمارهای بانک مرکزی هستند اما به باور وی اقتصاد ایران تا رسیدن به آمار واقعی و قابل استناد فاصله زیادی دارد وفا زربهاری صدای آمریکا